درود بر شما. امیدوار هستم حالتون خوب باشه و فرصت تماشای برنامه ما رو داشته باشید. سه نفری که درگیر این برنامه هستن، بنده حقیر در سیدنی استرالیا هستم، پریسا قفاری در تهران هست و رامین طهماسب در کالیفرنیای آمریکا. ساعتمون هم طبیعتاً یه جوری به هم نمیخوره، یکی صبح، یکی نصف شب، یکی بعد از ظهر، به هر حال. اما آنچه که ما رو گرد هم آورده، صحبت در مورد ورزش بسیار مهم بسکتبال هست. میدانید که بسکتبال ما وارد شده به المپیک 2020 که البته متاسفانه به جهت ویروس مهلک کرونا المپیک 2020 عقب افتاده، ولی اگر یه روزی روزگاری المپیک دوباره برگزار بشه، بسکتبال ما یکی از 12 تیمی هست که در این مسابقات شرکت داره. اجازه فرمایید که من صحبت رو کوتاه کنم و برویم به سراغ بانوی گرامی پریسا قفاری که خبرنگار حوزه بسکتبال هست. اگر اشتباه میکنم خودش تصحیح خواهد کرد. ببینیم که در این خصوص برای ما چه میگه. سلام آقای وارث، من خدمت شما و کارشناس محترمتون آقای طهماسبی، همچنین بینندگان محترمتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که بیننده که کرونا مبارزه خوبی رو انجام بدن. من خوشحالم که این برنامه‌تون اختصاص دادیم به بسکتبال. بسکتبال یکی از مهیج‌ترین رشته‌های دنیاست و به خصوص در حال حاضر که تیم ملی بسکتبال کشورمون تونسته در جمع 8 تیم برتر قرار بگیره و جواز المپیک رو بگیره، اونم در جایی که هنوز خیلی از تیم‌های بزرگ این سهمیه رو نگرفتن. امیدواریم که بازی‌های المپیک 2020 برگزار بشه و ما شاهد درخشش ملی پوشان کشور ما در این در ژاپن باشیم. چقدر خانم پریسا خانم شسته و رفته داستان رو گفت. من اولین سوال رو اومد به ذهنم، احتمالاً من حضور ذهن ندارم، اشتباه کردم، از آقای طهماس خواهش میکنم که ضمن سلام و علیک به ما بگوید که 12 تیم در المپیک هست، آیا 4 تاشون هنوز سهمیه نگرفتن یا من اشتباه میکنم؟ 8 تیم الان حضورشون مسجل هستش و 4 تیم دیگه به خاطر همین داستان کرونا معلوم نیست که مسابقات انتخابی، ولی من فکر میکنم به طور مجتمع مثل NBA که الان 16 تیم از غرب، 8 تیم از شرق توی دو تا جای مختلف مسابقه میدن، من فکر میکنم این به عنوان مسابقه تورنمنتی برگزار بشه و اون 4 تیم دیگه صعود پیدا کنن. 12 تیم کلن در المپیک بازی میکنن. این یک بزرگترین افتخاری بود که نصیب تیم ایران شد و این برای اولین بار بود که به عنوان دومین تیم فکر میکنم بعد از برزیل صعود کرد به المپیک. من بحثم این است که تیم ایران با یه وضع تدارکاتی، مسابقات تدارکاتی خیلی بد، یعنی شما وقتی یه تیم رو به مسابقات تدارکاتی می‌برسی، هر دو بازیکن توی یه اتاق خوابیدن و شما میدونی که استراحت خیلی مهمه. ایران تیم روسیه رو شکست داده تو مسابقات مقدمه، همین تیم نیجریه رو شکست داده، یه مسابقات خیلی بد تدارکاتی با خیلی هزینه، به واسطه اینی که مربیان تیم ملی ارتباط خوبی با کشورهای دیگه داشتن، چون حضور زیادی داشتن مسابقات بین‌المللی، تونستن به این مسابقات تدارکاتی رو ترتیب بدن و روسیه بگه که آقا شما لطفاً تشریف بیارید با ما بازی کنید و ایران برده. بعضیا میگن که ایران با تیم سوم استرالیا در مسابقات انتخابی شرکت کرد و تیم سوم استرالیا رو برده و رفته برای مسابقات جام. بله، تیم استرالیا با تیم ترکیب اصلیش جزو 4 تای اول دنیاست. اگر استرالیا به تیم به 4 تیم اول دنیا راه پیدا میکنه تو المپیک، پس ما نمیتونیم استرالیا رو هیچ وقت ببریم. یا میگن که اسپانیا رو ما بازی نزدیک بود لحظات آخر باختیم. مارک گاسول 5 ماه قبلش توی فینال NBA با
تیم تورنتو رپترز قهرمان شده. یعنی اگر ما اسپانیا رو ببریم بسکتبال دنیا رو زیر سوال، ولی ما بازی های خوبی ارائه دادیم با پورتوریکو. 7 بازیکن NBA داره، همشون تو امریکا زندگی میکنن و ایران بازی های خوبی ارائه داد و بعضی ها میگن نیجریه چین رو برده، ما شانس رو بردیم. خب اگه نیجریه چین رو نمیبرد که اصلا به المپیک نمیرفت. پس اون وضعیتی بود که باید انجام میداد، باید میبرد و اصلا ربطی به ایران نداره. و چین همیشه بیشترین هزینه رو میکنه، یعنی دومی دنیا از نظر هزینه کردن و پول خرج کردن بعد از NBA چینه و هیچ وقت نتونسته از زمانی که بسکتبال ایران حرکت رو جلو داشته ایران رو متوقف کنه. در مسابقات مختلف، در تورنمنت‌های مختلف نتونسته ایران رو متوقف کنه. و این من اصلا کاری ندارم که کدوم بازیکن میخواد انتخاب بشه نشه، اون بحث من بحثم در مورد کمیته فنی هستش. وقتی که یه گروه میاد تیم رو به المپیک میبره، درست نیست ما به اون دست بزنیم. حتی من با آقای شاهین‌تب صحبت کردم، گفتم شما کمک مربیت هم نمیتونی عوض کنی، برای اینکه با این گروه رفتی به المپیک رسیدی و برای من که من 10 مدرک بزرگ بدنسازی دنیا دارم، به من میگم آقای طهماسبی بیا مربی بدنساز تیم ملی بشو، برای من هیچ انگیزه ای نداره. برای اینکه من زحمت نکشیدم واسه این کار. من بحثم اینه هستش که دست به این گروه نزنی تو المپیک. اون 4 آخری هم که میخوان بیان، من مطمئنم ایران نمیتونه اونا رو ببره. ششفسکی مربی، بهترین مربی دنیا، 5 قهرمان دنیا شده، المپیک شده، مربی تیم دوک، بیارین تیم ایران هیچ نتیجه بهتری نمیگیره. پس وقتی که مربیای ما علم دارن، دکترای ورزش دارن، تو بسکتبال زحمت کشیدن و هیچ فرقی با مربیای اروپایی نمیکنن، ما چرا باید بیشتر هزینه کنیم و چرا باید مربی امریکایی بریم؟ بسکتبال ما مثل فوتبال نیست، یه عده‌ای باشن که اصلا دانشگاه نرفتن. بسکتبال ایران ورزش دانشگاهی بوده از زمانی که عمو سلوی بازی میکرده، 1948 لندن لیسانس داشته و همه دانشگاهی هم. و اینا علم بسکتبال دارن. من بحثم اینه که ما تو اروپا مربی بهتر از این مربیایی که الان داریم تو ایران، نه فقط آقای شاهین‌تب، بیشتر از اینم مربی هستش، مربیای دیگه هم هستن که اونا میتونن کار کنن و نتیجه بگیرن و بسکتبال رو بلدن. نظر من اینه، نریم کیروش رو بیاریم برای فوتبال، چون برای که ما نمیتونیم مثل کیروش داشته باشیم. بحث من اینه که هزینه اضافه نکنیم، حق اینا رو نخوریم و بذاریم اینا که تیم رو به المپیک بردن سکان هدایت تیم ملی رو به عهده بگیرن. بیا رو میشناسم و میدونم که ایران احتیاج نداره مربی خارجی بیاره و بعضی کسا میگن که بسکتبال ایران به وسیله مربی خارجی به اینجا رسیده. من اینو قبول ندارم، به خاطر اینکه فدراسیون قبلی آقای مشون میخواست هر چی که به مربی ها بگه اونا گوش بدن و مربی های ایرانی گوش نمیدادن و میرفت مربی 4-5000 دلاری می آورد و پشتش همین مربی های خودمون میذاشت. یعنی آقای شاهین‌تب 4-5 آقای کوهیان، اینا همه مربیایی بودن که پشت مربی، ولی تمام سیستمایی که اجرا میشد از اینا کمک میگیره و فقط میخواست اون بگه که هر چی من میگم همون باشه. منم اعتقاد دارم که کاملا صحبتای عرایز آقای طهماسبی رو قبول دارم، ضمن اینکه ما باید بدونیم که سرمربی فعلی تیم ما از سال 2001 دقیقاً درگیر تیمای ملی بوده. حالا ضمن اینکه باشگاه‌های سبوباتری، پتروشیمی، مهرام ایشون فعالیت داشتن، ایشون با نوجوانان توی تیم نوجوانان مربیگری کردن، مدال طلا تو غرب آسیا گرفتن، بعد اومدن اولین مدال طلای ایرانو در رده سنی جوانان که در کل میشه که اصلا اولین مدال طلای ایران بوده ایشون کسب کردن. بعد ایشون از سال، یعنی الان فکر کنم زمانی هم که آقای بشیروی شما جذب کردیم در زمان فدراسیون آقای محمود مشون، ایشون با عنوان مربی ایشون زیر نظر ایشون فعالیت میکرد. بعد به همراه آقای بایمن تونستم مدال طلای آسیا رو بر یه تجربه که آقای شاهین‌تب اومدن کنار تیم ملی کسب کردن، ایشون الان به یه پختگی خاصی رسیدن که باید از تجربیاتی که، یعنی هزینه‌ای که بابت ایشون شده، الان ما باید استفاده کنیم. ایشون در کلاس‌های خارجی میان بین‌المللی شرکت میکنن. فکر میکنم با توجه به رزومه‌ای که ایشون داره
بهترین مربی که میشه در حال حاضر از استفاده کرد ایشون هست. حتی کادر فنی ایشون، مربی زیر نظرشون آقای فرزاد کونیان، سابقه هدایت تیم جوانان کشوری ما رو تو جام جهانی دارن. آقای مهران آتشی و محمد آبدی، آنالیزرهای تیم ملی ما، همه هر کدوم تجربه، حتی با مربیای زیر نظر مربیای خارجی، زیر نظر مربیای ایرانی، تجربه جام جهانی المپیکو دارن. پس ما یه کادر فنی خیلی قوی خوبی داریم، کادر فنی که اومده هم سهمیه جام جهانی رو گرفته هم سهمیه المپیکو گرفته. یه مقداری به نظر من این موضوع عجیب می آید. فرض کنیم المپیک در همین ماه جولای که قرار بود برگزار بشه برگزار می شود. بله. میخوام از شما سوال کنم که این تغییر مربی اصلا بحثش بله چقدر وقت به وجود اومده؟ اول این سوال من اگه جواب بدید و وقت ادامه سوالم رو خدمتتون میپرسم. بالا من فکر میکنم ارتباط، متاسفانه ارتباط بعضی از مربیان داخلی کشور ما با رسانه ها و حمایتی که اون رسانه ها به خاطر شرط خاص خودشون با باشگاه ها و مربیان داخلی دارن باعث ایجاد این بحث میشه و اینکه در لیگ باشگاه کشور ما شهرداری گرگان با یک بازیکنان خیلی کم مهره داشت، میاد در روزهای آخر تشکیل میشه و میاد در دور رفت و برگشت مرحله مقدماتی صدر نشین میشه، اونم با هدایت سرمربی تیم ملی. تمام مربیان نامدار که در رده های پایین تر قرار گرفتن، اونم با چه بازیکنای ملی پوشی، کم نیست شما صمد نیکهای بهرامی رو تو تیمتون داشته باشید. صمد نیکهای بهرامی یک مهره ارزشمندی برای کشور و همه آسیا و حتی خود جهان هم ایشونو میشناسه. وقتی ایشون تو یه تیم باشگاهی قرار میگیره و حالا ایشون مصدوم هم شدن، ولی اون تیم در رده پنجم قرار میگیره، تیم های دیگه مهره های نامدار دیگه مثل حسنزاده، محمد جمشیدی و امثال بازیکنان مهره‌های تیم ملی دیگه ما رو در اختیار داشته، میان تو ردای پایین‌تر قرار میگیرن. به تبع وقتی که ایشون صدرنشین میشه یه جوی رو ایجاد میکنن علیه آقای شاهین‌تر که ایشون که فدراسیون داره حمایت میکنه از سرمربی تیم ملیش. رامین جان توضیحات مفصل شما رو که البته دیگه رحمم بکن به ضبط به دیدار مثلا وقت بینندگان میشنویم، دلم بخواد همه چیزو خوب کاور کنی. خلاصه میکنم سوالم رو که خانم پریسا خانم هم بخش عمده ایشو پاسخ دادن ولی کاملترشو به اصطلاح به شما رجعت دادن بنده رو. بفرمایید که دلیل عمده این مخالفت چی هست؟ طبیعتا مربیان دیگه هم خب دلشون بخواد به تیم ملی بیان، این افتخاریه برای هر کسی که، ولی حالا که این آقای سرمربی تیم ما رو به المپیک برده و در جام جهانی این سهمیه رو گرفته، چرا اصلا این بحث؟ من میخوام از پوینت آف ویو در واقع از دید اونها شما برای من توضیح بدی که چرا فکر میکنی یه همچی چیزی میگن. کل داستان از اول به شما میگم. تیم شهرداری گرگان وقتی که با سرمربی تیم ملی قرار داد بست، اینا اومدن در دور تمام، اولا گرگان شهر اول بسکتبال ایران و وقتی مسابقه برگزار میشه سالن 4000 نفری 7000 نفر میاد و تمام مردم شهر ریز به ریز قوانین بسکتبال میدن. وقتی آقای شاهین‌تب رفت اونجا تیم شهرداری گرگان دوم شده بود، من خیلی سریع میگم، و اینا اومدن قول بگیرن از آقای شاهین‌تب تیم قهرمان میشه، گفت من سعی میکنم و تیم در دور رفت و برگشت قهرمان شد. وقتی مسئله کرونا پیش اومد شهرداری گرگان یه جو خیلی بدی درست کرد واسه بسکتبال و فدراسیون و گفت که مسابقات باید تموم بشه و حالا من نمیدونم از کجا و چجوری اینا مسابقات رو تموم کردن، چون همین الان NBA هم داره شروع میشه، تیم لیکرز که تو شهر ما هست داره تمرین میکنه تموم کردن و فدراسیون اومد فشاری گذاشت روی آقای شاهین‌تب، گفتش که شما باید بیای طرف فدراسیون و از ما دفاع کن. آقای شاهین‌تب گفتش من یه مربی بسکتبالم و من با باشگاه کار میکنم و من کاری به مربی تیم ملی هستم، ولی الان
من حقوقم رو از اینجا میگیرم و من هیچ کاری نمیکنم، من یک آدم بی‌طرف. بعد از این مسئله سوء استفاده شد، یکی از باشگاهایی که خیلی بیشتر از اون هزینه کرده بود، اسم من نمیارم، به وسیله یک آدمی که یه آدم پولداری هستش، اومدن چون فدراسیون از نظر مالی ضعیف هستش، اومدن یه پیشنهاد مالی دادن به فدراسیون، گفتن که شما بیا به هرچی که ما میگیم گوش بده، برای اینکه مثل اینکه اینا مثلا میخوان با تیم برن المپیک، این آدمایی که هستن دور و بر مالی یکی از باشگاه‌های متمول هستن، پولدار هستن، و یه مربی رو بذارن و گفتن ما اینقدر پولی هم که گفته بودن یه پول زیادی بود. و آقای طباطبایی بر این شد که با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک صحبت کنه و بگه که یه همچین پولی هست ولی قرارش اینه که ما مربی رو عوض کنیم. تا اینی که مصاحبه ما پیش اومد و دقیقا خانم غفاری نوشت 360 درجه، برای اینکه اینا اول گفتن هست، بعد گفتن نیست، بعد دوباره گفتن هست. یعنی بعد از این مصاحبه گفتن نه، تیم ملیش تغییری پیدا نمی‌کنه. و من نظرم این هستش، اگر شما می‌خواید برید المپیک پول رو کمک کنید، همیشه تیم ملی کشتی با 8 وز میرفت 28 نفر بغل تیم میرفتن. خب المپیک اینجوری نیستش، میگن آقا شما 18 تا اسم بده و 18 تا اتاق داری و کارت داری، حتما خود آقای وارث شما رفتین توی المپیک، نمیتونی وارد اون شهرک بشی که وارد هتل بشی، با حتما باید اون آیدی کارتت باشه و بتونی بری اونجا. اینا من فکر میکنم یه افتخاری واسه شون. و اون شخصی که اینا کردنش عضو کمیته فنی فدراسیون و هیچ اصلا بسکتبال هم بلد نیست، یه آدم پولداری وابسته به یکی از شرکت‌های پولداره، و داستان از اینجاست که اینا میخوان مربی که خودشون میخوان بزنن. ولی من در مورد آقای صالحی امیری اینا اطلاعاتی ندارم. من مطمئنم که وقتی یه تیم میره المپیک اینا نمیخوان تغییر بدن، ولی رئیس فدراسیون ممکنه بره بگه آقا الان مثلا ما 20 میلیارد تومان پول چیکار کنیم، اینا میگن که این مربی باشه این نباشه. داستان تمام داستان از اول تا آخر اینه، مسئله مالیه که تمام فدراسیونای ایران ضمن این که زیر میزی 1000 تا کار انجام میدن و داستانای زیادی دارن، وزارت ورزش هیچ کمکی نمیکنه. وقتی اینا منابع مالی رو مطرح میکنن باعث میشه که اینا بیان بگن آقا حالا مثلا مربی عوض کنی چی میشه، ولی اینا نمیدونن که پشت سر این داستان خیلی چیزهای دیگه هستش و شما نمیتونی. حتی من به سرمربی تیم ملی گفتم شما نمیتونی کمک مربی تم عوض کنی، برای اینکه با این تیم به نتیجه رسید. گفت به من گفتش اصلا من عوض نمیخوام بکنمش، ولی چرا این حرفو میزنی؟ گفتم برای اینکه اینا نمیتونن یه کادری که نتیجه گرفته عوض کنه، حتی به عنوانی که مسئله مالی باشه یا پولی باشه، اگه با تیم میخواین برید بفرمایید با تیم برید کمک کنید برید، ولی این نیست که شما بگید مربی باشه و یکی که منیج کنه. و شاهین‌تب واقعا از نظر مدیریت خیلی قوی هستش و بعضیا میگن که بازیکن‌ها راضی نیستن، خوشحال نیستن. همه نباید خوشحال باشیم که وقتی کنارم کار میکنیم، مادر با پدر دعوا میکنه، برادر با خواهر دعوا میکنه، همیشه مشکل هست، ولی نتیجه اونه که ما به اینجا رسیدیم و بعد از اینکه همه به نتیجه میرسه همه خوشحالیم. و خود آقای حدادی من شنیدم که زنگ زده به آقای شاهین‌تب گفته آقا داستان چیه، و ایشون هم گفته من در جریان نیستم داستان چیه، ولی گفته ما که نتیجه خوبی گرفتیم و همه چی خوب بوده. حالا من اینو شنیدم، ولی خودم واقعا از نزدیک نفری به من گفته. من فکر میکنم من خودم با مربی خودم تو 8 تا 13 تا لیگ بازی کردم، هیچ وقت خوشحال نبودم، ولی همیشه احرام گذاشتم. این بحثی که بعضی از خبرنگارا میگن همه بازیکن‌ها ناراضین، هم. همه‌شون کدومه؟ 4 تا بازیکن، حداقل 6 تا بازیکن تیم ملی توی 5 سال با آقای شاهین‌تب کار کرده. کیا ناراحتن؟ اونایی که
5 دقیقه بازی میکنن. جان استوکتون توی المپیک 92 بهترین اسیست پاس، یعنی بهترین پاس دهنده گل، یه سال هم بازی نکرد. شما فکر میکنی خوشحاله؟ برای اینکه میخواست بازی فینال بازی کنه، ولی نظر مربیه. و آخر سر که قهرمان میشن همه خوشحالن، همه مدال طلا میگیرن. میخوام از دوستانی که در بحث شرکت دارن این سوال رو بپرسم که چون اعتقاد ندارم که همه کسانی که میگویند مثلا آقای شاهین طب نباید مربی تیم باشد، همه اینا با حسادت اینو میگن یا با غرض میگن یا با دید شخصی میگویند. حالا نمیتونم بگم همه اینجورن یا همه اونجورن، ولی به هر حال احتمال بسیار زیاد میدم که درصدی با حسن نیت این صحبت رو بکنم. دلم میخواد از پریسا و رامین بپرسم که فکر میکنید اونایشون که با حسن نیت این نظر رو میدهند چرا این نظر رو میدهند؟ من با مهران شنیدم حدود 6 سال کار کردم و ایشون یه فرد نظامی هست، دیسیپلین داره و میخواد همه چی به وقت باشه و مدیریتش خیلی قویه. اصلا من کاری ندارم، من با مربی های دیگه هم کار کردم، اونا رو هم میشناسم. ولی موضوع این هستش که یه عده هستن که به اسم شغلی من نمیارم، منافعی دارن از باشگاه ها و همیشه آدما منافع مثبت دارن و منافع منفی. و من اصلا هیچ منافعی تو بسکتبال ایران ندارم. من الان 7 سال است که تو آمریکا هستم و هر مسابقه که بوده 4 صبح 3 صبح بیدار شدم نگاه کردم. به بسکتبال علاقه دارم، عشق من اینه، کاری ندارم اصلا آقای شنیتر باشه یا نباشه. من میگم گروهی که اومده و زحمت کشیده و یه عده مخالف داره، همیشه گروه ها مخالف دارن و موافق دارن، اون گروه مخالف وقتی بالا میان که یک مسئله پیش میاد و فدراسیون میخواد یه مشکل مالیشو به یه وسیله حل کنه و یه عده کسایی که خبرنگار هستن و خط میگیرن از بعضی از بازیکن‌ها میان و این داستانو بهش دامن میزنن. ما نمیگیم که آقای کیروش اینجا بود همه بازیکن‌ها راضی بودن. وقتی مهدی رحمتی رفت هیچ وقت نرفت بگه بیا آقا لطفاً بیا بازی کن، هیچ وقت نرفت دنبالش و کلاً حذف شد. آقای شاهین‌طب همچین شخصیتی داره، ولی وقتی که مردم میخوان که دوتا بازیکن باشن و با فشار خود من با خود مهران صحبت کردم، گفتم شما باید یک مقدار انعطاف داشته باشی، بازیکنایی که بهترن بیاری. ما میدونیم که بدون دوتا بازیکن اصلی شما رفتی به المپیک، ولی وقتی که اینا خوبن شما میتونی استفاده کنی. یه عده هستن اینا منافعی دارن از باشگاه ها، از جای مختلف. وقتی که مشکلی پیش میاد اینا میان به اون دامن میزنن و دقیقاً کسی نمیخواد که ایشون عوض بشه. یا یه بازیکنی هستش، من خیلی درباره‌اش صحبت کردم، ارسلان کاظمی، و به دلایلی که ما تو این پست بازیکن‌های دیگه‌ای داریم، منطقش این هستش که چون این بازیکن یه بازیکنی بوده که تقریبا باید می‌رفته NBA و من خیلی بحث داشتم که ایشون باید باشه. ما هر دفعه بحث داشتیم با هم که شما باید جا رو بدین اینا بیان امتحانشون رو پس بدن، مثل سعید داورپناه که سالا انتخاب نشد و اومد تو آخرین مسابقات جز 5 تای اول تیم قرار گرفت. یه عده‌ای هستن دوروبر تیم‌ها یه منافعی دارن و وقتی یه مشکلی پیش میاد میان به این دامن میزنن. و یه عده‌ای هم رفتن به المپیک رو بدون هیچ دلیلی برای خودشون افتخار میدونن. این هیچ افتخاری نیست. بیان آقای رامین تماس می شما بهترین بدنسازی تو امریکا نفر اولی این همه، بیا لطفاً بشو مربی بدنساز تیم بنی. من میگم نه من نمیام، برای اینکه من هیچ کاری انجام ندادم واسه اون تیم. کسایی که کار انجام دادن اونا باید برن و توی المپیک، برای اینکه هیچ کسی نمیتونه تو المپیک نتیجه‌ای که ما میخوایم بگیره و مرحله اول دوم نداره. 12 تا تیمه. من همین الان اسامی تیم اول تا دهم بهتون میگم کیا هستن. یعنی المپیک جایی نیست که امریکا 100% اوله، اسپانیا دومه، اصلا تیم‌ها مشخصن، استرالیا چهارمه. وقتی من لیست رو بنویسم بهتون میگم خب چه اتفاقی پیش میاد که حالا یه مربی دیگه بیاد. برای چی میخوای این کارو کنه؟ من مشکلم اینه که
شاهین تام اصلا دوست من نیست، من کاری باش ندارم، سالاس ندیدمش، ولی من میگم اون گروه فنی که زحمت کشیده این تیم آورده باید الان باشه و توی اونجا مطرح بشه. آقای بارس، در ارتباط با این سوالتون، ضمن این که من فرمایشات آقای تماسابی رو کاملا قبول دارم، من در کل اعتقادم اینه که ما در ایران اگر انتقادی میکنیم، اگر مخالفتی با فردی میکنیم، راهکار ارائه نمیدیم. ما اگه بگیم که این کادر فنی بده، خب بیاین ما یه راهکاری بدیم، بگیم که این فرد بهتر جایگزین این کادر فعلی بشه، ولی آیا رزومه اون کادر که ما پیشنهاد میکنیم بررسی شده؟ آیا ما در تامینات تیم ملی حضور پیدا کردیم؟ اشتباهاتی رو تونستیم؟ به هر حال بر هر کادر فنی یک نقدی وجود داره، نمیشه یک کادر فنی بدون نقد باشه. اما وقتی که ما میبینیم لول و سطح بازیهای تیم ملی بالا رفته، بازیکن‌ها راحت‌تر به کار گرفته میشن، بازیکن‌های جوان دارن تزریق میشن، بازیکن‌های مثل سینا واحدی، رسول مظفری، وقتی ما بدون نسل طلایی داریم نتیجه خوبی میگیریم و توی جام جهانی یک لول بالاتر بازی میکنیم و مربیای تیم مقابل میان از تیم ملی ایران تقدیر میکنن به خاطر نوع بازیشون، ما میگیم خب من غفاری مخالفم آقای شاهین تب ایکس و ایگرگ باشن، خب من یک مربی بالاتر در سطح بالاتر معرفی کنم، یا علی این امکان به فدراسیون میدم که عوض بشه، ولی فردی که کلن تغییر در سیستم بازی تفکر ملی رو عوض کرده و از آمه تعدادی به این زیبایی در ترکیب تیم جهانی میشه، و چرا ما نکرات این مربی و کادر فنیش استفاده کنیم و زحمتی رو که قدر زحماتی که این نفرات کشیدن، انتقاد منتقدین رو میپذیرم، ولی ما بلد نیستیم راهکار ارائه بدیم. در کل کلام همین رو میتونم بگم، وگرنه ما خودمون میدونیم تو المپیک نتیجه ایدئالی نخواهیم گرفت، ولی همین که بتونیم بازی هایی با لول بالا برگزار کنیم و این که بگن که این تیم آسیایی تونست حریفان رو آزار بده، مثل هم بازی که ما مقابل اسپانیا انجام دادیم، مقابل پورتوریکا انجام دادیم و نتایج خوبی گرفتیم، هرچند که ما نباید قبول کنیم که ما میتونستیم اسپانیا رو بزنیم. من راهکار بلدم یا علی بیام سرمربی رو عوض کنم، ولی وقتی که راهکار ندارم، مربی برتری ندارم، نمیتونم بیام انتقاد کنم. آقای وارث، شما خود یک کارشناس ورزش هستید، همه آدما منتقد دارن، همه آدما طرفدار دارن و منتقدا همیشه باید حرف بزنن، برای اینکه همه آدما میخوان مطرح بشن. من هیچ منافعی توی بسکتبال ایران ندارم، مثلا نمیخوام هیچ کاری بشم، ولی من عاشق بسکتبالم، دوست دارم درباره بسکتبال صحبت. من میگم اون گروهی که واقعا یه کاری رو انجام دادن و بعدش هیچ اتفاقی نمی، کیروش رفتش جام جهانی چی کار کرد؟ چند تا بازی خوب ارائه داد مقابل تیمای خوب، تمام سیستمش دفاعی بود، دفاع کرد، به هر حال بازی خوب ارائه داد. ما میخوام یه همچین تیمی باشیم و کردیم این کارو تو جام جهانی مقابل اسپانیا، تیم دوم دنیا، پورتوریکو، با بازیکنای پورتوریکو تشکیلات خوبی نداره، منیجمنت خوبی نداره، برای همین والا تیمش نفراتش کمتر از 7-8 اول دنیا نیست. خیلی تیم‌ها از ایران بهترن که به مسابقات المپیک صعود نکردن. من اینو باید بگم. ولی ما باید ببینیم که ما چیکار کردیم، چه زحمتی کشیدیم، کیا اومدن، کیا چیکار کردن. نمی‌خوام حقو از حقدار بگیریم به خاطر اینکه یه عده منافعی دارن. من بازم میگم من هیچ منافعی ندارم. تو بسکتبال نیستم. و بیایم به یه عده آقا شما میتونی بنویس امضا کن این تیمو میبری تو 6 تا، من شما رو میذارم مربی تیم ملی همین الان، تیمو ببر تو 6 تا، میتونی امضا کن شما مربی تیم ملی، اگر نتونستی هر دارایی که داری ببخش به بسکتبال ایران، چون تو میخوای از کاری که یه نفر دیگه کرده سوء استفاده کنی.
بیا هر چی که داری بنویس امضا کن آقا من این تیمو بیارم تو 6 تا. اگر نتونستی بنابراین تو برای چی می‌خوای بیای مربی تیم ملی بشی؟ من بحثم اینه. این بحث سالمی نیست که در بسکتبال در جریانه و من واقعا متاسفم تا به این حدم نمیدونستم. یک سوالی، یک مطلبی مطرح شده بود، این خدمتون اینو پخش میکنم و بعد میخوام از خانم پریسا خانم خواهش کنم توضیح بدن که آیا ما شانسی رفتیم به المپیک؟ خانم فتی با شماییم. البته من اگر میشه شما منو کمک کنید، من فکر کنم اون خبرنگاری که گفته که با احترام با آقای تماسیبی دراماتیک فکر کنم شکلش همینه دیگه، اولش بد میشه آخرش یه ها خوب تموم میشه دیگه. فکر کنم خبرنگارم منظورش درستش نرسونده بود، نظر شما چیه؟ من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بیننده های برنامه‌تون. خب اگر بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم میشه گفت همون دراماتیک بود دیگه. ما اگر نیجریه نمیومد به کمکمون احتمالاً خیلی برای اون دوستان غم‌انگیز تموم میشد. حالا شانس آوردیم که نیجریه تونست چین رو شکست بده و کمک کرد که ایران بتونه به المپیک صعود کنه. من واقعیتش نمیخوام فقط سیاه نگاه کنم یا فقط سفید نگاه کنم. به نظر من باید سیاه و سفید رو در کنار هم ببینیم. مرحله اول برای ما میشه گفت اون مرحله سیاه داستان بود که نتونستیم خوب نتیجه بگیریم. تیمای خوبی جلومون ظاهر شدن، ما هم خوب بازی کردیم اما متاسفانه خوب نتیجه نگرفتیم. اما مرحله دوم بعد بازی هایی که میبردیم و بردیم و با کمک نیجریه تونستیم به المپیک صعود کنیم که حالا قسمت سفید داستان بود. این کلمه شانسی واقعا برای من، مگه من تخم مرغ شانسی گرفتم دستم که بتونم شانسی برم؟ این بازی های جام جهانی با شیوه جدیدش انقدر مسیر رو برای هر تیم ملی، نه فقط تیم ملی ایران، سخت و دشوار کرد که من فکر میکنم همین که ما رسیدیم به جام جهانی 6 تا پنجره در زمانهای مختلف ما پشت سر گذاشیم، بازی های خیلی سختی رو گذاشیم بدون حامد، بدون ثمن، و واقعا فکر میکنم رسیدن به جام جهانی خودش یک چیز گذرده، یک مطلب بزرگتری بود. بعد بازی در جام جهانی، شما کی تونست، کی از بازی های از تیم ملی بسکتبال دیدیم با این لول، با این شخصیت، تیم های مثل پورتوریکو که بازیکنان شاغل زیادی تو لیگ NBA داره، بیاد مقابل اسپانیا که قهرمان جام جهانی شد به این شکل بازی کنه که دقایق آخر حتی ما داخل ایران باورمون شد که داریم اسپانیا رو میزنیم، اما یک باور اشتباه بود برای ما چون اسپانیا یک قدرت بزرگیه در جهان. هر وقت نگاه میکنیم به بازی توی داخل کشورمون، بازی انتخابی داشتیم، انقدر بازی ها زیبا بود، جذاب و تمایش شایده بود که لحاظ فنی دغدغ این ثانیه هایی که بازیکن ها توی میدون بودن تمام از سوی کادر فنی تفکری پشت سرش بود، تعویزی که انجام میشد، همه به نظر من ما نه شانسی بردیم. اگه بحث شانسی بود چین باید شانسی میبرد که حضور اون همه تماشاگرش رو داشت. تلارم تو بازی های آسیایی از ما گرفت، آقای یامینگ اونجا بودن در حالی که صدای شما یه لحظه رفت ولی پاسختون مفهوم بود. من به خاطر اینکه این نخستین برنامه ها در مورد بسکتبال از قبلا در خدمت رامین بودیم، اما با یه بانوی مرتبط با بسکتبال این بار اولی که بار دومه. خوششانس بودم من با مهین کورچیان هم همونجور که گفتم دو سه هفته پیش گفتگوی رو داشتم، از اون نسل قبل از انقلاب بسکتبال. در واقع میخواستم یه سوال بکنم از شما که شما علاقمندیتون به بسکتبال سرچشمه از کجا دارد و یه توضیح که بیننده ها با شما هم آشنا باشن، زمینی که من خودم هم مشتاقم بدارم. من از سن 22 سالگی وارد بسکتبال شدم با که زیر نظر خانم شهرزاد رازگار که خودشون کاپیتان تیم ملی بودن تمرینات بسکتبالم رو شروع کردم. بعد الان که سنم 46
6 ساله در واقع من بعد از بازنشستگی توی امر بازیگری وارد صحنه مربیگری شدم. من الان هم به عنوان مربی فعالیت میکنم، هم خوشحالم که توی بخش رسانم کنار سایر همکارانم مشغول به نوشتن بسکتبال هستم، رشته که واقعا بهش علاقه بال شده. من حرف دیگری ندارم جز این که به دوستانی که احیانا با نظریات دو میهمان برنامه شاید خیلی موافق نباشن اعلام میکنم که حتما میتونن تشریف بیارن و صحبتهایی رو انجام بدن و نظریات خودشون رو بگن. از هر کدام به عنوان یک جمله پایانی اگر مطلبی هست بفرمایید و که خداحافظی کنید. من میخوام بگم به نظر من مهم اینه که تیم ملی بسکتبال کشورمون در جمع 8 تیم برتر المپیک قرار گرفته. به نظر من باید الان دست به دست هم بدیم، همه مردم و رسانه ها کمک کنیم که تیم ملی ما بتونه در المپیک بازی درخشانی از خودش انجام بده. هرچند که میدونیم بسیار سخت نتیجه گیری، ولی امیدوارم رسانه ها و مردم و همچنین مسئولین از کمیته ملی المپیک گرفته و وزارت ورزش بسکتبال کشورمون رو حمایت کنن با امید روزهای خوب بسکتبال ما در المپیک. رامین جا من خدمت رو عرض کنم که چون من 8 دوره تو تیمای اول تراز اول ایران مقام قهرمانی رسیدم، هیچ وقتم با این تیما به مسابقات باشگاهی آسیا نرفتم، چون هر دفعه تیمم عوض شده و این حقش نبود که وقتی که شما یه کاری انجام میدی به اون خواستت نرسی. و الان مهم نیست چون گذشته، چون دوستای من مثل آقای شاهین‌تب، مثل آقای هاشمی، کسایی که بودن اونا به نتایجشون رسیدن. ولی من اینو میگم که ما باید احترام بذاریم به کسایی که زحمت کشیدن و برای من مهم نیست، اسم مهم نیست، و ما باید عقایدمون رو بگیم. من به هیچ گروه و دار و دسته‌ای متصل نیستم، هیچ منافعی در بسکتبال ایران ندارم و فقط دوست دارم کسایی که زحمت کشیدن این کار رو تمومش کنن.